از سراج الدین جورایف هستم، دوتار نواز، از تاجیکستان در شهر دوشنبه زندگی میکنم. دوتاری که شما میبینید، دوتاری ما علمین دوتاری بخارایی گویم، سمرقندی، بخارایی سمرقندی میگن، دوتاری پردداری در موسیقی سنتی ما و موسیقی کلاسیکی ما استفاده بوده میشود. می نوازم. و الان می خواهم یک موسیقی خلقی، چون این ساز خلقی است، خیلی مشهور است در این موضوع، یک موسیقی خلقی بزنم. متشکرم برای توضیحاتی که دادید. یک سوال دیگر هم بپرسم، در اسباب شما و طرهایی که روی این ساز هست، این دو رشته‌ای که وجود داره متریالش چیه؟ سلامت باشید. این دو رشته‌ای که من دارم، این ابریشم است. ابریشم. ابریشم. بله. و این ابریشم از کجا به دست شما میرسه؟ در اینجا استحصال میشه یا در جای دیگه؟ عادتاً وقتی که در چین بودم، در اورومچی، از اونجا من زیاد خریده بودم با خودم. بله. و هنوز برای شاگردان، برای خودم بعضی وقت از تاشکند خریداری میکنیم. پس در اصل این رشته ها در چین تولید میشه و بعد به دست شما میرسه. بله. درسته؟ ما اونجایی که ما میداریم از چین گرفته. بله. بسیار خوب. و اینکه تعداد پرده هایی که روی ساز شما هست به چند پرده میرسه؟ نه، در اینجا 15 پرده هست. بله. و این پرده های بسته پرده، همون نیم پرده ها هست در اینجا. بله. عادتا در دو جایی دوتار اینجا من بسته پرده گذاشتم. اصلا اینجا کشود است، خسته پرده باید شود، من دیگه بسته پرده کردم و خاطری اجرا کردنی هر گونه موسیقی. بسیار عالی، زنده باد. مشتاق هستیم که سلامت باشه. هنر شما. نامش لاچین است. لاچین. آهنگ لاچین. این از آهنگ خلقی از استاد محمد جان موینوف در دوشنبه فعالیت کرده گستم سالهای زیاد. اون کس نواخته گستم در دتار.
به چه منظور نام این آهنگ رو گذاشتن لاچین؟ شما میدونی اینو یا نه؟ ما در خراسان یک نمود از پرندگان رو میگیم لاچین. لاچین. می‌خواستم بدونم اینم به همون منظور نام این پرنده است؟ نام این پرنده. بله، پرنده لاچین هم دقیقاً همون که در خراسان است. بله. لاچین هم میدونم چیزا مثل شاهین. آفرین. از اون خانواده. بله بله. جزو پرنده‌های شکاری هستند. محلی در شما هم در دطور خودتون جرها دارید؟ بله. چیگونه جرها هست؟ کوار؟ کوین؟ ما دو فا کوک میکنیم یا دو سول یا تساوی دو 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 هم داره. چی نام داشت داره؟ دو دو تساوی. تساوی؟ تساوی تساوی یعنی برابر. برابر. حالا اون کوکی که من الان گفتم دوفا، در خراسان میگن کوک کردی دوفا. اون کوکی که گفتم دوسول، در خراسان میگن کوک ترکی. یعنی کوارتا ترکیه است. بله. کوینتا کردی. کردی. آفرین. جوری تناور میگن با این کوارته تناور میگن. چند تا سوال تخصصی از شما بپرسم؟ یه تفاوت‌هایی در نوازندگی دوتار در منطقه ما خراسان با منطقه شما جنوب تاجیکستان، شمال تاجیکستان وجود داره. این تفاوت‌ها مثلا در دست چپ که کار پردگیری رو انجام میدیم این هست که ما دست رو، انگشتان دست رو اینطوری تعریف میکنیم، میگیم انگشت شست، انگشت یک، انگشت دو، انگشت سه، انگشت چهار. همیشه انگشت شست روبروی انگشت دو باید بنشینه.
در سازی که شما میزنید اینطور نیست. آفرین، شما در انگشت یک و انگشت شست با هم میشینه. خب این یکی از اساسی ترین تفاوتهایی که داریم. و حالا پرده بندی هم قدری تفاوت وجود داره که اون طبیعی هم هست. و بعد در تکنیک دست راست رو هم اینو میگیم پنجه کاری. خب این پنجه کاری ها میخواستم بدونم که شما هر کدوم از این تکنیک ها رو آیا نام دارن اینها؟ حالا چرا میپرسم که آیا اینا نام دارن یا نه؟ به خاطر اینکه وقتی شما این رو آموزش میدید به شاگردان چطور به اون میفهمونید که کدام پنجه رو بزنه؟ مثلا الان شما دوتا آهنگ زدید که تو این دوتا پنجه تکنیک های مختلفی رو در دست راست پیاده کردید روی ساز. اینا رو چطور معرفی میکنید؟ سلامت باشید. پس ما انگوش ضرب میگیم. چی؟ انگوش ضرب. انگوش ضرب. این حرکت رو میگید انگوش ضرب. یعنی انگوش ضرب های دوتور. شتریخ های دوتور هم میگویم. خیلی ساده. یا همین رو چی میگید؟ همین. این انگوش ضرب های ساده. ساده. خیلی ساده. خیلی عادی. شتریخ یعنی خدزنی. انگوش ضرب گفتیم. وقتی این رو میخواید به شاگرد بگید این رو بزن چی میگید؟ نه ما این یعنی ساده چهار نموده است. یعنی یک نوش این یک هشتی که دو شانزده و برعکس این دو شانزده یکی یک هشتی و چهار تا شانزده یکی است. حرکتی که شما دیدید در انگشتان ما حرکتی انوی چهار انگشت فقط پایان زدن رو داره. بله. و با بلو زدن یک دو حرکت داره. دو حرکت داره. در اطراف انوین حرکت چند انگشت در پا پیدا شده است. اونا رو میشه توضیح بدید که چی میگید؟ بله. من این ضربی اساسی دوتار خیلی معمول این سه ضربه. سه ضربه یک دو سه. چیده ضرب است. چیده ضرب. چیده. چیده ضرب. چیده یعنی چیده یعنی چیدن دیگه. چیده ضرب. چیده چیده. یعنی چیده چیده. چیده ضرب. این چیده ضرب. در های چیده چیده. در اطرافی همین مثلا چپ ضرب میگوییم. اینو چی میگید؟ این همون سه ضربه، سه ضربه ریز میگیم. یعنی سه ضربه است. با 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 با. یعنی بعد سرعتشو میبرید بالا. سرعتش تیز بود. این سه ضربه در اطراف امین سه ضربه و چی دزد مثلا یعنی دام با 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 یک ضربی مخصوصی دو طور هم مثلا در ششمخوم هم در آهنگای کلاسیکی بسیارتر این ضربا استفاده برده می شود. یعنی زادن این پنجه می گوییم بابا پنجه درست هم پنجه باریم پنجه می زدیم و انگشتون هست می تونیم با این انگشت با پای هم زده هست یک بام هست پای هم هست ریخته این ریخته هست این بام انمی ضربا به چی میگید ریز؟ ریز ما سه نفس ریز داریم این هست. آها. این با یک انگشت با یک انگشت خب ریزی دو انگوشت هست خب و چیده ریز بسیار تشکر عزیزم خیلی ممنون سلامت باشید.